سلام و درود فراوان خدمت شما. همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به رسانه‌های جهان. روز شنبه 31 شهریور کنفرانس جوامع ایرانیان در آمریکا با عنوان گردهمایی قیام ایران در مسیر آزادی، آلترناتیو دموکراتیک در حمایت از تظاهرات و قیام مردم ایران و همچنین معرفی آلترناتیو دموکراتیک در شهر نیویورک برگزار شد. در این جلسه شماری از شخصیت‌های سیاسی آمریکا و اروپا حضور داشتند و سخنرانی هم کردند. برنامه امروزمون رو با یک نمونه از انعکاس اون شروع می‌کنیم. عنوان روزنامه ساندی اکسپرس در این باره چنین هست: رودی جولیانی می‌گوید ایران در آستانه انقلاب است. این روزنامه به بخش‌های مهمی از سخنرانی‌ها پرداخته و می‌نویسه وکیل شخصی دونالد ترامپ میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به یک درد و فشار اقتصادی منجر میشه که ممکنه نتیجهش یک انقلاب موفق باشه. البته نمیدونم چه موقع اونها سرنگون خواهند شد، اما قطعاً خواهند شد. دولت آمریکا اتهام دست داشتن در حمله اهواز رو رد کرد. عنوان روزنامه واشنگتن تایمز در این رابطه چنین هست: دولت ترامپ مسئولیتی در قبال حمله به مراسم رژیم نمیپذیرد و رو به رژیم میگوید به آینه نگاه کن. در این روزنامه به نقل از نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد ضمن رد این قبیل اتهامات مینویسه روحانی میتواند ما را همانطور که میخواهد سرزنش کند، اما آنچه او باید انجام دهد این است که به آینه نگاه کند تا واقعیت ها را خوب ببیند. یکی دیگه از مقامات آمریکایی میگه رژیم ایران کماکان مسئولیت همه اتفاقات رو به گردن دیگران میندازه. این حقیقت رو مایک پومپئو در پاسخ به سوالی در برنامه فاکس نیوز روز یکشنبه گفت. البته از دست رفتن جان انسانها ناگوار هست و امیدواریم که ظریف روی امنیت مردم ایران تمرکز کنه تا ایجاد ناامنی در سراسر جهان. ایجاد ناامنی و هرج و مرج توسط رژیم آخوندی در عنوان مقاله روزنامه واشنگتن پست کاملا مشهود است. شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران متهم به ایجاد حاکمیت ترس و ارعاب در بصره شدند. این روزنامه به نقل از مصاحبه‌ای که خبرنگار آسوشیتد پرس در عراق با شهروندان عراقی داشته می‌نویسه هجار یوسف بر این باور است که حملات اخیر شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران در بصره بخشی از اون چیزی بود که او و فعالان دیگر حقوق مدنی اون رو به عنوان یک کمپین ارعاب و بازداشت‌های خودسرانه توصیف می‌کنن. ساکنین خشمگین بصره بارها در هفته‌های اخیر برای اعتراض به عدم رسیدگی دولت در امور خدماتی از جمله آلودگی آب که هزاران نفر رو روانه بیمارستان کرده به خیابان‌ها ریختند. روزنامه واشنگتن پست می نویسه هجار یوسف که یک پزشک داوطلب هست میگه او مورد ضرب و شتم قرار گرفت، اما با این وجود او از هدفش برای کمک به مردم منصرف نخواهد شد. او میگه من به خاطر شهری که در اون زندگی می کنم و مردمی که برایشون می خوام خدمت کنم ریسک می کنم. روزنامه دیلی اکسپرس به یک نمونه از دست و پا زدن‌های رژیم آخوندی در واکنش به تحریم‌های آمریکا اشاره کرده و در تیتر مقاله‌اش آورده رژیم ایران از تانکرهای مرموز و مخفی برای ادامه کسب درآمد حاصل از فروش نفت با وجود تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کنه. این روزنامه نوشته که در حالی که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران کمتر از 2 ماه دیگه آغاز میشه، ایران مجدداً به استراتژی قبلی خودش یعنی ذخیره سازی نفت بر روی دریا روی آورده. به گفته شرکت مشاوره FGE یعنی Facts Global Energy مقدار 10 تا 15 میلیون بشکه از نفت ایران که بدون خریدار کماکان سرگردون هست در این نفتکش ها ذخیره میشن. حسن روحانی آمریکا را متهم به آغاز جنگ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تحریم ها کرد. این عنوان روزنامه تایمز مالی هست که می نویسه
در حالی که تحریم‌های آمریکا اثر خودش رو بر روی رژیم ایران گذاشته، سیاستمداران نزدیک به روحانی این سفر رو فرصتی برای کاهش فشار اقتصادی از طریق تقویت همکاری بیشتر با روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان می‌بینن. یکی از این تحلیلگران نزدیک به روحانی ارزیابی می‌کنه که اون چه که قادره از شدت تحریم‌های آمریکا کم بکنه، تقویت اجماع بین المللی به نفع ایران و مخالفت با آمریکا نسبت به مقوله هسته‌ای هست. این تحلیلگر ادامه میده که رژیم ایران دو گزینه پیش رو داره: دست زدن به اصلاحات رادیکال در ساختار داخلی یا دادن امتیاز عظیم به آمریکا در آینده نزدیک، که البته در این صورت سخت سران درون رژیم که منظورش سپاه پاسداران هست به روحانی اجازه نخواهند داد صحنه گردان این مذاکرات باشه. در بخش تحولات بین المللی مطلبی داریم از مجله فوربس در مورد بحران بریکزیت در ارتباط با اتحادیه اروپا. فوربس می نویسه بریکزیت فقط یکی از چند مشکل اتحادیه اروپا هست. رهبران اروپایی در اجلاس مشترک خودشون با نخست وزیر انگلیس تریزا می در شهر سالزبورگ اتریش با برنامه پیشنهادی اون برای بریکزیت مخالفت کردند و گفتند باید درباره وضعیت مرز انگلیس با اتحادیه اروپا در ایرلند مذاکرات بیشتری صورت گیره. بخشی از این موضوع ممکنه به اطلاعات ناقص و نادرستی مربوط بشه که از سوی مشاور اروپایی تریزا می یعنی الیور رابینز مطرح شده. خب به یک خبر اقتصادی توجه کنید. روزنامه هندلز بلات چاپ آلمان طی مقاله عنوان کرده که ماشین پورشه با موتورهای دیزلی خداحافظی کرد. این روزنامه می نویسه پورشه تولید کننده خودروهای سوپر اسپورت نخستین شرکت خودروسازی آلمانی خواهد بود که از بازار ساخت خودروهای دیزلی داره خارج میشه. از زمان ورود نخستین خودروهای دیزلی پورشه 10 سال میگذره. یکی از دلایل اصلی توقف توسعه موتورهای دیزلی احتمالاً افزایش تقاضا برای خودروهای برقی در بازار مخصوصاً در کشورهای اروپایی بوده. بر اساس بیانیه پورشه این تولید کننده خودروهای سوپر اسپورت آلمانی تا سال 2022 نزدیک به 7 میلیارد دلار برای توسعه خودروهای برقی سرمایه گذاری میکنه. و الان به دو خبر علمی از روزنامه های ژاپن تایمز و ژاپن تودی توجه کنید. روزنامه ژاپن تایمز از فرود موفقیت‌آمیز 2 ربات کوچک هیابوسا 2 بر روی 1 شهاب‌سنگ توسط آژانس اکتشافی فضایی ژاپن خبر داده. این روزنامه ژاپنی می‌نویسه این 2 کاوشگر که شبیه به ربات هستند بر روی سیارکی که 300 میلیون کیلومتر با زمین فاصله داره نه تنها به سلامت فرود اومدن، بلکه عکس‌هایی رو از موقعیت خودشون هم به زمین مخابره کردن. این آژانس فضایی گفت هر 2 ربات به خوبی به کارشون دارن ادامه میدن و کاوش‌های خودشون رو بر روی سیارک ریوگو شروع کردن. ابعاد این 2 کاوشگر 18 در 7 سانتی‌متر هست و وزن هر کدوم اینا تقریباً 1 کیلوگرمه. حرکت بر روی این سیاره که دائما در حال دوران هست کار بسیار مشکلی است. و مطلب دوم هم از روزنامه ژاپن تودی بود که طی مقاله‌ای با این عنوان نوشته ژاپن یک موشک حامل تجهیزات برای ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب کرد. و می نویسه آژانس فضایی ژاپن اعلام کرد که موشک H2B با موفقیت فضاپیمای کنوتوری 7 رو در روز یکشنبه در مدار زمین قرار داد تا محموله‌ای به وزن 6 تن رو به ایستگاه فضایی بین المللی تحویل بده. این محموله شامل 1 باتری از یون لیتیوم ساخت ژاپن هست، همچنین تجهیزات آزمایشگاهی و الزامات روزمره فضانوردان. باتری مذکور منبع اصلی تامین برق ایستگاه فضایی است. خب به پایان برنامه امروز نگاهی به رسانه‌های جهان رسیدیم. از همراهی شما بینندگان عزیز با این برنامه
تشکر میکنم. خدا نگهدار.